جانشین سرکرده نیروی انتظامی. عمدترین کار ما در کل دختر و معمولان موضوع امنیته. ما يبدو صحنا على البيوت هاي الوادي مجتمعنا. اعتراض مردم به تخریب سیلبندها در خرمشهر. دو سناتور آمریکا خواستار فشار به رژیم ایران برای آزادی زندانیان این کشور شدند. با سلام، در یک نگاه این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. پاسدار ایوب سلیمانی، جانشین سرکرده نیروی انتظامی، با نگرانی از خشم سیلزدگان در پل دختر و معمولان لرستان گفت: عمدترین کار ما در پل دختر و معمولان موضوع امنیته. ما با اعزام نیرو از استانهای اطراف چندین گردان نیرو آوردیم و با پیشبینی گشت‌های ثابت و سیار، برگزاری ایست بازرسی و پیشبینی مکانهای استقراری برای نیروهامون، امنیت محله‌ها رو به صورت قطعی تامین کردیم. مردم منطقه‌ای در خرمشهر در اعتراض به تخریب سیلبندها توسط ماموران رژیم اعتراض کردند. صبح امروز ماموران رژیم سعی کردند سدی را در خرمشهر باز کنند، اما مردم در اعتراض به این اقدام تجمع کردند. معترضان می‌گویند چنانچه این سد را باز کنند، دو شهر خرمشهر و آبادان در معرض سیل قرار خواهند گرفت. دادستان رژیم در ایلام در مورد شرایط بحرانی سیلزدگان بخش ماژین گفت: شرایط رو به بحرانی شدن پیش می رود و هیچ راه ارتباطی برای کمک رسانی به مردم به نحو مطلوب ارزیابی نمی شود و اصلا شرایط مطلوب نیست و دسترسی مردم به مواد غذایی و بهداشتی و امکانات اولیه زندگی و حامل‌های انرژی بسیار سخت است. منازل اهالی پلدختر پس از سیلاب‌های اخیر وضعیت اسفباری دارند. یک شهروند سیلزده می‌گوید: مردم عادی به ما بیشتر کمک می‌کنند تا ارگان‌های حکومتی. پول نداریم بخریم، مجبوریم. لباس تن این بچه رو هم در نیاوردن. ما عادی بیشتر کمک می‌کنیم تا دولت. رسانه‌های حکومتی با عنوان خشم مردم پلدختر در مواجهه با استاندار لرستان و نماینده مجلس نوشتند: مردم خشمگین و ناراضی شهرستان پلدختر به دلیل شرایط بحرانی ناشی از سیل و عدم رسیدگی به مشکلاتشان و همچنین ضعف مسئولان در امدادرسانی واکنش تندی در مواجهه با این دو مسئول استان داشتند و به شدت از وضعیت موجود و بی‌توجهی‌ها گلایه کردند. آنها مسئولان استان را مسبب شرایط به وجود آمده می‌دانند. کریس کونز و تیم کین، دو تن از سناتورهای آمریکایی، در نامه‌ای به دونالد ترامپ از وی خواستند برای آزادی شهروندان آمریکایی محبوس در ایران از همه اهرم‌های فشار استفاده کند. این دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا در این نامه نوشتند: آمریکا باید با فرستادن پیامی قاطع به رژیم ایران بگوید که باید به گروگان گرفتن آمریکایی‌ها پایان دهد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، با یوکی آمانو، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واشنگتن ملاقات کرد. وی در این ملاقات از کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت پیمان عدم تکثیر اتمی و تبلیغ استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، از جمله نقش حیاتی این آژانس در راستی آزمایی در ایران را مورد تأکید قرار داد. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.